زیدان ما باید 150% آماده باشیم. داستان عاشقانه 6 ساله دیگو چگونه با بارسا پیوست؟ روایت جالب استعدادی به سابق بارسا. افشای جمله‌ای که باعث اخراج ویدال برابر رئال مادرید شد. طعنه های مورینیو با ترک بگران قیمت چلسی. زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید قبل از بازی تیمش برابر آلاوس با رسانه‌ها صحبت کرد و تایید نمود که کارواخال راموس و بنزما را در اختیار ندارد. زیدان سرمربی رئال مادرید بار دیگر از برنامه آماده سازی بازی ها ابراز تأسف کرد، زیرا تیمش هنوز هم برای روز شنبه چند مصدوم دارد. این بازی دومین بازی رئال مادرید تایید 3 روز خواهد بود. زیدان که به دلیل مصدومیت بازیکنان زیادی از جمله کاپیتان سرخی راموس و کریم بنزما را در اختیار ندارد، اصرار داشت که وظیفه مراقبت از رفاه بازیکنان را دارد. ما فقط در ابتدای فصل هستیم. آنچه برای من مهم هست مراقبت از بازیکنان هست. وقتی یک از بازیکنان من مصدوم می شود، من به خاطر آنها رنج می برم. در حال حاضر با تمام بازی های بزرگی که داریم باید از بازیکنان مراقبت کنیم. علاوه بر راموس و بنزما، زیدان تایید کرد که فکین تیم فدریکو والورده و همچنین مدافعان تیمش آلوارو اوریزولا و دنی کارواخال را در اختیار ندارد. لوکایوویچ نیز پس از آزمایش مثبت کرونا غایب خواهد بود. با این حال خبرهای بهتری در مورد کاسمیرو و میلوتائو برای انتخاب مقابل آلوارو وجود دارد. زیدان در ادامه گفت: وقتی تیم‌های مقابل مادرید بازی می‌کنند، همه تلاش خود را انجام می‌دهند و این بدان معناست که باید 150% آماده باشیم تا پیروز شویم و اگر بتوانیم از نظر بدنی در همان سطح قرار بگیریم، کیفیت ما می‌تواند تفاوت ایجاد کند. خود مورینیو سرمربی تاتنهام مدعی شد برایش اهمیتی ندارد چه بازیکنی در ترکیب اصلی چلسی قرار می‌گیرد. بیشک اساس‌ترین دیدار این هفته لیگ برتر بین دو تیم چلسی و تاتنهام برگزار خواهد شد و پیروز این دیدار میتواند خود را به عنوان یک از مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی در ادامه فصل معرفی کند. مورینیو پیش از این دیدار حساس مدعی شده او سالهاست در فوتبال حضور داشته و تیم او همیشه تنها متمرکز روی بازی بعدی هست. خود مورینیو گفت: ما میتوانستیم در دیدار خود در لیگ اروپا با تیم فشار بیاوریم، اما نمیخواستیم در مورد بازیکنان ریسک کنیم و البته حضور 12 بازیکن روی نیمکت در بازی های اروپایی به شما فضای لازم برای همه کار میدهد. این قوانین حتی به شما فضا میدهد تا به یک نوجوان 16 ساله نیز به او فرصت دهید تا با لباس تاتنهام در رقابت های لیگ اروپا تاریخ ساز شود. دیدار این هفته در لیگ برتر مقابل چلسی یک بازی دیگر برای من هست و هیچ مشکلی وجود ندارد. شاید ما قادر به حضور در سطح جدول لیگ برتر نباشیم. شاید اصلا تیم لیورپول در دیدار مقابل برایتون با یک امتیاز یا 3 امتیاز رسیده و سطح جدول را از آن خود کند. اما فکر میکنم حضور در سطح جدول لیگ یا قرار گرفتن بالای سر لیورپول نیز چیزی را برای ما تغییر نمیدهد. اما اونطور که بارها از ابتدای فصل گفتم، ما همیشه تنها با دنبال کسب پیروزی در مسابقه بعدی هستیم و چیزی بیشتر از این در ذهن ما نیست. ما مدت زیادی در فوتبال بودیم و میدانیم احتمال رقم خوردن هر نتیجه وجود دارد. چلسی ترکیب فوق‌العاده‌ای در اختیار دارد. بنابراین من نگران نیستم که چه کسی قرار است در ترکیب این تیم بازی کند، زیرا آنها فقط بازیکنان بسیار خوبی دارند. جیمز یا سزار آسپلوکویتا، بنچلول، مارکوس آلونسو یا امرسون پالمیری، مندی یا گرانترین دروازه‌بان تاریخی لیگ برتر یعنی که پا آرز بالاگا، آنها ترکیب خوبی در اختیار دارند. دیگو مارادونا بارسا را به عنوان اولین باشگاه اروپایی خود انتخاب کرد. پروسه انتقال او 6 سال طول کشید. دیگو مارادونا بین سالهای 1982 تا 1984 برای بارسلونا بازی میکرد که البته بهترین سالهای فوتبالی اون نبودند. دیگو برای بارسا 38 گل زد و فاتح 3 جام نشاندن مهم شد، کاپا دل ری، سوپر کاپ اسپانیا و جام اتحادیه که دیگر موجودیت ندارد. پروسه جذب مارادونا برای بارسا ما سال 1976 شروع شد، زمانی که در 15 سالگی پیراهن آرژانتینیوس جونیورز را برتن میکرد. در این پروسه جوزپه ماریا مندیا استادیاب سابق بارسا نقش حیاتی داشت. مندیا در مستند مارادونا که از برنامه وموز شبکه مووی استار پخش شد در مورد جذب او برای بارسا گفت: سال 1976 برای تماشای بازی اورلاندو پس با بونیس آیرس رفته بود. او بازیکن آرژانتینوس جونیورز بود، ولی آن روز من محو بازی یک بازیکن 15 ساله کوتاه قامت با موهای پرپشت شدم. اما اولین بازی دیگو مارادونا در سطح اول فوتبال آرژانتین بود. قرار بود لوپس را برای بورگوس جذب کنم، اما وقتی برگشتم به سران بارسا پیشنهاد جذب مارادونا را دادم، ولی گفتند بهتر است چند سال دیگر صبر کنیم. سپس سال 1978 تلاش دیگر برای جذب دیگو مارادونا انجام دادیم.
که منابع مالی لازم را نداشتیم و منتفع شد. دسامبر 1979 او با آرژانتینوس جونیورز برابر بارسا قرار گرفت و از علاقهش برای پیوستن به بارسا حرف زد. سال 1980 دیگو پذیرفت که به بارسلونا ملحق شود، ولی رژیم دیکتاتوری حاکم بر آرژانتین اجازه این کار را ندادند. رژیم میخواست دیگو تا جام جهانی 1982 در آرژانتین به فوتبالش ادامه دهد. در نهایت پس از جام جهانی 1982 و در واقع پس از 6 سال پروسه جذب دیگو نهایی شد. او با تیم ملی کشورش در آلیکانته بود که انتقالش نهایی شد و برای قرارداد به بارسلونا آمد. منگیا در ادامه گفت: هر زمان به خانهش می رفتم حداقل 10 نفر آنجا بودند، غذا می خوردن و تفریح می کردن. زندگی شخصی او شکل درستی نداشت. متاسفانه دیگو را به راحتی از دست دادیم. ولی در یک مقطع وقتی برای ناپولی بازی می کرد به من گفت اگر باشگاه بارسلونا بتواند خانه کو در پدرو بلس را داشت برایش پس بگیرد، حاضر است به بارسا بازگردد. این قضیه را برای جوزپه ماریا نونیز رئیس وقت باشگاه بارسلونا مطرح کردم، ولی او حرفم را جدی نگرفت. آرتور ویدال یک شب کابوسوار دیگر را برابر رئال مادرید پشت سر گذاشت و اخراج شد. آرتور ویدال تبدیل به چهره جنجالی دیدار چهارشنبه شب رئال و اینتر شد. هر دو تیم به برد نیاز مبرم داشتند، ولی رئال مادرید بود که موفق تر عمل کرد. اینتری ها با اخراج آرتور ویدال بیش از 55 دقیقه را 10 نفره بازی کردند. اخراج بیمورد که نتیجه عصبانیت ستاره شیلیایی بر سر داور بود. او از این کانتونی تیلور خطای واران را پنالتی اعلام نکرد خشمگین بود و با دو کارت زرد سری از بازی اخراج شد. این سومین بار بود که ویدال در لیگ قهرمانان اخراج میشد که دوبارش برابر رئال مادرید بوده است با بارمنخ و اینتر. طبق تصاویری که دوربین های گل تیوی شکار کرده، ویدال در صحنه اعتراض شدیدش به داور به او گفته است که این وی ای آر لعنتی همینجاست و تو حتی نمیخواهی صحنه را بازبینی کنی. جمله ای که داور را بر آن داشت از دو کارت زرد سری استفاده کرده و ستاره شیلیایی را اخراج کند. رسمی اعلام نامزدی خوان لاپورتا برای ریاست بارسلونا. رئیس سابق بارسلونا یک بار دیگر قصد دارد سکان ریاست باشگاه کاتالان را عهده‌دار شود. خوان لاپورتا سال 2003 بود که رئیس باشگاه بارسلونا شد. سال 2006 بی‌رقیب بار دیگر رئیس شد و تا سال 2010 بر مسند کار باقی ماند. لاپورتا که یک وکیل هست، سال 2015 دوباره برای ریاست باشگاه اقدام کرد، ولی انتخابات را به جوزپه ماریا بارتیمو باخت. او روز گذشته رسمن اعلام کرد که برای انتخابات 24 جنوری بارسلونا نامزد شده است. لاپورتا 17 سال پیش در شرایط رئیس بارسلونا شد که این باشگاه با خوان گاسپار دوران نزول را طی کرد. او در اولین فصل حضورش ابتدا موفق نبود، ولی در پایان فصل بارسا توانست عنوان دوم را در لالیگا کسب کند و یک سال بعد پس از 5 سال قهرمان شد. در دوران او بارسا دو بار عنوان قهرمانی چمپیونز لیگ را کسب و اکنون قصد دارد باشگاه را با روزهای اوجش برگرداند. به این ترتیب تا به امروز ویکتور فون، تونی فرسکا، ژاوی ویلاژونا، امیل روسود، پیرریرا، لوئیس فرناندز، آلا جوردی فاره و خوان لاپورتا برای ریاست بارسلونا اعلام نامزدی کردند. بارسلونا پس از استعفای جوزپه ماریا بارتومئو زیر نظر کمیته موقت بر ریاست کارلوس توسکس اداره می شود.